بینندگان عزیز درود و رحمت خداوند بر شما باد فارسی فارسی دری و دری آیا سه نام برای یک زبانند یا اینکه این نام ها ما را به سه زبان جداگانه روبرو می سازد این روزها بحث های داغ در شبکه های اجتماعی بر سر فارسی و دری جریان دارد هر از دامنه چنین بحث به پارلمان افغانستان نیز کشیده می شود زادگاه این زبان کجاست چی سرگذشت تاریخی را پشت سر گذاشته است در گفتمان این هفته به این موضوع می پردازیم پوهاند دکتر محمد حسین یمین استادی دانشگاه دکتر شریعتی سهر استادی دانشگاه احمد زیای رفت استادی دانشگاه و اسدالله ولوالجی پژوهشگر. در ارساهای های تاریخی و فرهنگی مهمان برنامه ما هستند مهمانان عزیز به برنامه خوش آمدید استاد یمین میخوام که از شما پرسان کنم که عمر شما مصروف تدریس و نوشتن در زمینه زبان و تاریخ زبان و دستور زبان بودید میخوام بگم که سرانجام این دری فارسی و این فارسی دری یا پارسی دری اینها زبان های جداگانه هستند یا نام هستند برای یک زبان واحد ما اگر در نظر بگیریم زبان تاریخ شه، تاریخ زبان تاریخ جامعه است به نسبت از ای که زبان عامل اساسی تجمع و اجتماع است زبان نباشه اجتماع نیست بنابراین اگر ما به دقت تاریخ زبان را مطالعه بکنیم با دقت با تسلسل تاریخی با تسلسل منطقی با تسلسل موضوعی اگر بایی بحث بپردازیم موضوع کاملا واضح میشه البته زبان فارسی را اگر ما در نظر بگیریم ای در نیمرای تمدن آریایی ها قرار داره البته تمدنی آریایی ها خو بسیار پیش از 200 هزار سال یا 1500 سال تمدن منطقی آسیای مرکزی را تعیین کردند. امی کانکوفسکی شور... تاریخ افغانستان نوشته کرده بود و بعد از آیات شوروی که تاریخ جهان نوشته کرده بود، حتی تاریخ جامعه جامع ما را در جامعه ما مثل قرقامره سمنگان مثل مندیک قندهار مثلا در غزنی ناور اینها تقریبا با همو حدود قدیم میرسه که در او حدود امی آریایی ها نام آریایی نداشتن و اینها به اساس یک زبان تجمع کرده بودند در شمال دریای هامو این زبان کدام زبان بوده؟ این زبان اندروپایی بوده اینال ما در او وقت زبان آریایی کهن میگوییم اما آریایی هم کلمی ز... کلمه او وقت نیست کلمه او وقت این دو روپایی است که یک شاخش این آریایی است که پارسی داری بله مربوطی اینال باشد. این دو آریایی که ما میگوییم بازی به با دو شعبه تقسیم بشه زبان های هندی زبان های آریایی بنابراین اینال ما از زبان های آریایی شروع میکنیم که ما برخیم به فارسی در زبانهای ایند و آریایی ایندی حلایده میشه که سانسگریت و ویدا کهانتری نامش زی است در قسمت آریایی کهانتری نامی از زبان وقتی که اوستا نوشته شد زبان اوستایی زبان اوستایی نامی زبان نیست این یک به معنای یک زبان علم و زبان این زبان بله اینال در اینمی وقت اوستا وقتی که سر آریایی ها گپ میزنه کلمه آریایی ای وقت باوجود می آید که آریایی ها یک مرحله دامداری را تیر کردن مرحله زراعت را تیر کردن بالاخره به منظره شهری رسیدن که در وقتی اما اینا در منظره شهری که رسیدن در این وقتی که در وقت گشتا اوستا نوشته شد نیم وقتی که اوستا نوشته شد ما اوستا ما خودیم آبستاره پیش پیشوستایی و بعد از آسیا اوستایی میگویم پیش می میره به وقت آمو تمدن قدیم آریا مردمانی که در بین سیهون و جیهون و در بین سند و جیهون و او طرف بهیره خزر این طرف خارزم و سرحد قرقزستان در این حدود بودن اینا وقتی که به مرحله زراعت میرسن در اینجا جا میشن در شمال دریای آمو حالا ما وقتی که دری میگیم یا فارسی میگیم یا فارسی دری میگیم ما اراده میکنیم سه زبان را یا یک زبان را چرا این زبان سه نام داشته؟ اگر از همینجا میخواییم بلی از بلی. باز این خود آریاییش میمانه زبانش میمانه نیم اینال ما میگوییم وقتی که اینا تجمع کنن نفوذ زیاد میشه در و... بعد از اخام... بعد از کشاورزی اینا به سه طرف ما... ماجرت میکنن به جنوب در اونجا خود آریاورشو میگن جای خدا یعنی سر جای سبز و کشزار آریایی ها در پنجاب و یک تشمه به اطراف بحی... دریای آمو اینیا خود را آریاناویجا میگن و یک بخشش میره به طرف مادها و ها میتره به طرف غرب آریانا اینی مردم پارسوا هستن یعنی مییم سر پارسوا وقتی که این ها میرن به طرف غرب امروز که ایران از خاک ایران است خاکی بود که در ایلام ها حکومت میکردن و عقدی ها حکومت میکردن اینال اخامنشی ها گوش کن مرحله اونجا مهاجرت خود تیر کردن بلاخره به مرحله میرسن که ایلام ها ضعیف میشن حکومت هم باز به شما چون این یک مقدمه بسیار طولانی شد مثل مقدمه ابن خلدون آه باز در دور دیگه ادامه میدیم جناب دکتر شریعتی شما چی اسم میکنین که چرا این گونه است این کدام زبان است که به سه نام یاد میشه اون زبان چیست بینید جناب استاد ما در بحث زبان شناسی تو تا اصل داریم یک اصل در زمانی هست و یک اصل همزمانی ما اجازه بدین تا بیشتر تلاش کنیم این حوزه کمی جمعتر بحث کنیم خیلی به بحث تاریخی نریم چون در بحث های تاریخی به اندازه کافی حب و وجود دارن همین آریا و آریانا و اونم همه جلی هن. یعنی حتی هخامنش خودش جلی یعنی بحث دنبالش نگردیم بریم کمی این طرف بهتر بحث کنیم ببینید ما وقتی در حوزه در زمانی سخن میگوییم هدف مینن که آیا دری با فارسی و با فارسی دری در حوزه دستور و در حوزه گویش ها و لحجه ها و در گویش گونه های زبانی و زبان میار یگانن یا چندگانن این برای ما خیلی مهمن ما متاسفانه که در افغانستان امروزه دری میگوییم در اقل لحجه کابل به تلفظ برادران پشتونی مست یعنی ما نوع تلفظی که در کابل آشفته وجود دارد و کابلی که در هرگز یک لحجه هیچ وقت نداشته و ندارد در حقیقت این گونه لحجهور را ما در حقیقت آمدیم دری گذاشتیم در حوضه در زمانی یکی تلقی افراد است از این دری که شما گفتین یکی دری به حیث خب. یک بحث زبانشناسی در, خب. در ببینید بعد و از او طرف فارسی هست و فارسی دری هست و همه اینها در طول تاریخ بر اساس گویش ها، لحجه ها، گونه های زبانی و زبان معیار در کنار هم زیست کردند به ما رسیدند یادمان باشند که در همون روزگاره آغازین اهل ساسانیان که زبان دری و فارسی در کنار هم دروش کردند اینا گویش های از یک گونه زبان بودند که در دربار سخن گفته می شدن و بعدی ها کم کم آمدن به سمت ما و زبان معیار از درون اینها بیرون آمد لازار حرفش اینن که اول این را دری میگفتن اما در مرور زمان مخصوصا از قرن هفتم به بعد کم کم که زبان دری پایگاهش را به فارسی باخت و در نتیجه بعد از اون پارسی جای دری را گرید و امروز هم به همین گونه اینجا که آلا دانشمندان زبانشناسی شبانشناسی ایران هم به این تأکید میکنن میگن یک تصور وجود داره که بسیار کسا فکر میگن که این زبان فارسی برخواسته از اون فارسی ایران است ولی،, ولی, دانشمندان ایران هم به این باور است که این باور یک باور اشتباه آمیز است و, و فارس که میگن منظور یک حوزه, حوزه تمدنی است حوزه هست و زبان پارسی و زبان دری و زبان پارسی دری در حقیقت یک نام سه تا نام هست برای یک زبان در طول تاریخ مثل هم استفاده شدن حافظ شیرازی در عهد خودش میگویند به شعر دلکش حافظ کسی بود آگه که تب لطف سخن گفتنی دری داند خوبان پارسیگو بخشندگان عمرن ساقی بشارتی دی خوبان پارسا را فرق نمی کرده. اینا در حقیقت سه تا نام بودند برای یک زبان اما یادمان باشند که دری در روزگار خودش پیش از زبانی که فارسی می گفتیم در حقیقت در یک دوره زمانی بیشتر بسامت سامت واژگانی داشته بودند اما از قرن هفتم به این طرف بعد فارسی بیشترین بسامت سامت واژگانی رو داشته و به خاطر همین که ما در یک دوره تاریخی بیشترین بسامت تاریخی از دری داریم مخصوصا در اول دوران حاکمیت مثلا سفاریان و تاهیریان و بعد در دوران های پسین مخصوصا در دوران عهدی مثلا سامانیان و کم کم به این طرف بیشتر فارسی زبان گوینده زبان بودن به این نام بودن اما همیشه شاعر و بزرگان ما از پارسی دری و پارسی و دری نام یگانه ای را در نظر می به خاطر همین هست که همه شاعران در طول تاریخ هدفش وقتی پارسی می گفتن همان دری را در نظر داشتند و دری را اگر می گفتن همان فارسی بودند اما یادمان باشند که همه اینها هدفش زبان معیار بودند گویش و لهجه و گونه های تشکر. زبانی نبودند استاد رفعت از نظر ساختارهای زبانی دستور کدام تفاوتی ما دری و فارسی است یک و دومی که وقتی که متون گذشته یک زبان سرگذشت یک زبان برای ما بیان میکنه در متون گذشته در این فارسی و دری چی, چی چیز برای ما متون گذشته نشان میده که ما با دو زبان روبرو میشیم یا یک زبان است یا اینکه یک زبان آمده تحول کرده در زبان دیگر با درود در مورد پیشینه فارسی و دری و ف... پارسی و پارسی دری مراجعه میکنیم به قرنهای نخستین پس از اسلام میبینی که در متنها به چی نام شده جاهز در قرن سوم در یکی از کتاباش به نام البیان و تبیین در آنجا در وصف مردم مرو میگه که جمله خودش است. افسهم بل فارسی دری یعنی فارسی دری میگه در قرن چهارم فردوسی هم لفظ دری را آورده هم فارسی را. در جای میگه کجا بیور از پهلوانی شمار بود بر زبان دری ده, هزار. ده هزار. همین فردوسی باز در جای میگوید نبشتن یک نه که نزدیک سی چی رومی چی تازی و چی پارسی لفظ پارسی رو بکن و باز همین فردوسی در جای میگوید بفرمود تا پارسی دری اگرچه در بعضی متنا پارسی, پارسی, و دری آمده و در بعضی هم پارسی دری نبشتند و کوتاشو و داوری به این ترتیب میبینیم که هم نام پارسی آمده البته معربش پارسی است که فارسی شده معرب پارسی فارسی معرب پارسی هست در قرن پنجم ناصر خسرو در سفرنامه خود میگه که در تبریز قطران نام شاعر را دیدم شعر نیک میگفت اما زبان فارسی نیکو نمیدانست لفظ فارسی را به با کار باده. و بعد در شعر در, در جای میگه من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی دورد لفظ دری را یعنی دری و فارسی را به یک معنا برای یک با زبان به کار برده به با این ترتیب باز برسیم به قرن هشت که حافظ بیشتر هم شعرش خوانده شد هم لفظ دری هم فارسی به کار رفته میایم به قرن 12 هم در سراج الاخبار در یک مطلب زیر نام افغانستان امروز اه در یک مطلب از یک سیاه نوشته شده که در آنجا آن سیاه یک چیزی میگوید که میگه برای ترجمه کردن علوم و فنون جدیده ای اروپا به زبان فارسی که زبان رسمی افغانستان است در کلکته یک دارو ترجمه اداس کرده یعنی در زمان امیر حبیب الله پدر امیر امن الله اشاره به آن وقت به این ترتیب با, با مراجعه به متن میبینیم که فارسی پارسی و پارسی دری و دری با یک معنا با کار میرفته با معنای یک زمان. زبان. حالا ما دستور زبان ندانیم که اینها های متفاوت داشته باشه به با این هم مراجعه میکنیم که امروز چرا این همه به طور تا پیچیده کردیم مگر وقت یک کسی فرض کنیم در ایران این زبان فارسی است حالا فرض کنید در افغانستان این دریس خب گویندگان این دو جامع زبانی وقتی با هم صحبت میکنن حرف هم دیگر رو میدانن یا نمیدن اگر میدانن این خودش یک نتیجه تشکر. گیری زبان است که یک زبان تشکر جناب روسا جناب جی در صورت که این دو زبان یکی است پس از آن که در 1343 چلوسی که آنگونه که در خاطرات خود میر محمد صدیق فرهنگ می نویسه به پیشنیاد او کلمه دری یا آمد جانشین فارسی شد یعنی دری به این زبان پذیرفته شد به ایسی زبان فارسی فکر میکنی چرا در افغانستان این همه تلاش وجود دارد که نشان بدن که این دو زبان جداگانه است و این فارسی است و این دری است و باید مرزها را نگاه بداریم این سخنا را از سیاسیون گرفته تا حتی بسیار افراد پایینی جامعه این گپه میگه فکر میکن که آیا افغانستان یک نوع با یک چی سیاسی میخواد که این زبان را تقسیم بکنه؟ اصلا آریایی ها از ممالک سکندناوی آمدن از تنگای بوسفور تیر شدن در زاگروز که فعلا تخت جمشید است در جا شدن و بعدا مدنیت پجنه هزار ساله ما شما را اینمی آریایی خراب کردن این یک خدا داشته بنامی اندرا و باز لقب پور اندرا برزو دادن که نیک ویران کننده شهرها شهر سخته، بوندگاه، مرگیره خب و این, بحث بحث این بحث, بحث تاریخی بسیار درازدامن میشه ما میخواییم مشخص نمیگردیم یه اشتباه آه آه هست و اصلا بلخ به مرکز پیشتو نیست و در شهر نومت دیگه باب دیگه ما زبان فرسی قدیمی داریم این فرسی باستان و فرسی میانه داریم و بعد از اوز بیا به طرف درینه اندول ما در ببینیم که وقتی که کروش کبیر یا کروش دو در پنج قبل از بیلات لشکر کشی میکنه به طرف همین منطقه که ما شما دور زندگی میکنیم در اینجا آکیمیتی این منطقه بعد از موساگیت هاست این اول در با خط آرامی می کروشی کروش کبیر یعنی خط آرامی رو می قبلا در اینجا خط تصویر چیز وجود داشت که ایرگولیف برای خطای قبلا خط ببینین جناب والوالی جی این بحث ها بسیار زیاد میره مسئله تاریخی و بحث هم جمع من می برای شما بگم که شما چی باور دارین که بالاخره که در افغانستان با با برسمیت یعنی که داخل ساختن زبانی دری و قانونی اساسی یعنی خواستن که دری را در برابر فارسی قرار بدن که این زبان ماست و آنچه که فارسی میگه زبان ایرانی است این گونه بوده از ما زبان فارسی باستان و فارسی قدیم اصلا هیچ چیزی وجود نداره فعلا از زبان فارسی میانه خود ما پهلوی کنه پهلوی ساسانی را میتونیم بگیم فارسی میانه اما آمده به دری زبانی دری قدامت بیشتر نداره زبان دری در اول قرن چهارم چو، میلادی بود ولی بعضی دانشمندان که تحقیق کردن در باره سرودهای خسروانی باربت در دوران ساسانیان و در, در بار پر خسروی پرویز که میخوانده گفتن که این ز... این سرودها به زبان به همون زبان زبان دری یا زبان پارسی دری و زبان پارسی است یعنی و حتی موجودیت این سرودها پیش از اسلام بوده و بسیاری ها اعتقادشان است که زبان فارسی دری یا دری زبان پیش از اسلام است یعنی این گونه نبوده که با تعامل پهلوی اشکانی با زبان عربی یا پهلوی ساسانی ای آمده باشه یک زبان بعد از اسلام بوده باشه این تاریخ ازیر به اونجا میرسه خود شماست اصلا وقتی شما از شیرین و ما میخوایم و این سخن ما میخوام براتون بگم که مثلا یکی از دانشمندان ایران به نام شفیعی کتکنی که خیلی زبان قوی است و آخرین تحقیقاتی که او ایران میکنه امی است که ما این میگه که زبان فارسی یادری در موازات زبان پهلوی ساسانی وجود داشته نه اینکه ادامه زبانی چه بوده شما ببینید ما بربودن کیسورا داریم باربود از زبان شیرین حرف میزنه بی نه نه باربود نکیسا که وقتی که او سی لحنی از او را که در نظامی گنجوی بیان میکنه نه من میخوام امیره <تصفح> بگم که اون اون در حقیقت از گذشته یاد میکنه به این منا نیست که باربود هم روزگاری کی بوده باشه نظامی بوده باشه برادر من نمیگم که بعد از اسلام زبان در بزر... شما گفتین تاریخ نداره که تاریخ کوتاه داره در قرن چهارم به وجود آمده از... یعنی به شکل ابتدایی تشکر ول ولی استاد یمین بلاخره که بسیار کسات وقتی که ادبیات زبان دری یا پارسی دری جسرو میکن بعد از اسلام تحقیق میکنن با ابو حفظ سقدی میاین با اینا ولی بسیاری های اعتقاد که این زبان پیش از اسلام هم سرودهایی داشته و نمونهاش هم خسروانی ها میگه شما بگوین که بلاخره که چگونه این زبان رشد کرد زبان دری یا زبان فارسی که شما بگین چگونه با اون پیش از اسلام میرسه؟ ما جناب پرتا ما میخواهیم دو نقطه را صحبت ربانی می ربانی زبان فارسی امروز مشتق از زبان پارتی است با زبان فرس باستان که مثلا زبان اخاملشاه میگن این زبان در پارتی زبانی بود ما میگیم او پارسوا بوده زبانشان قبیله پارسوا بوده که رفتن به ساحل بهیره فارس خلیج فارس اونا پارسوا بودن آمدن جای ایلام ها را سقوط دادن امپراتوری بزرگ کوروش و داریوش تشکیل کردن نی؟ زبانشان پارسوا بوده اون محلش که تیسمون بوده اونجا تخت جمشید میگیم اینمی جرا به نام پارسا یاد میکردن این پارسا با فارسی چه ارتباط نداره او تقریبا در چه وقت است قرن پنج قبل از میلاد ها سقوط میکنن بلاخره اونمو زبان پارسه بعد از او که یونانی ها او سقوط میکنه بنابراین زبان فارسی که ما امروز داریم با کلمه فارس هیچ ارتباط نداره ما دلیل میگویم چرا که خود خانلری ببین تاریخ زبان داره خودش میگه که زبان خامنشی ها که فرس باستان میگویم این زبان نیست بیبی بی تاریخ زبان فارسی است من میگم برتان میگیم خانلری میگه که زبان نمیتونه یک زبان باشه یک لهجه است درست تاوا دیا میگه که زبان اخامنشاه زبان پارسه در آخر سلطنت اخامنشاه ضعیف میشه دستورش ضعیف میشه بالاخره با آمدن چیز از بین میره با آمدن یونانی ها از بین میره خلاص بنابراین در قدر پنج بود این فارسی که ما میگوییم این فارسی در قرن تقریبا چیز یونانی ها را در قرن سه سقوط میتن پارت ها پارت ها زبان یونانی را به جای از بین میبرند که اونا زبان یونانی را رسمی ساخته بودن اینا زبان پارتی را مروج میسازن که این زبان به نام زبان باختری کوهن میگن مارگان ستارن شما یک کتابی داره در تلفظ پشتو در روز رو به کار برده که زبان پار زبان های بعد از یونانی ها را با, با چیز هست باختری کهن است اینال وقتی که پارتا می یعنی این ای پارتی است پارتی خودش به فارسی تبدیل میشه شود پی ای آر تی اش آی تی اش فی خان نمیشه تی بس تبدیل میشه پارسی شما ببینید در در چیز ده خدا در اینجا میگه که کلمه ت در زبان پالوی بعضی وقت به سه تبدیل میشه. او مثال میاره مثلا ارتنگ ار تنگه باذن نمیشه تی به سیر بش بنابر دلایل زبانشناسی داریم دلایل اشتباهی یا دلایل خود ساختگی خب، نیست اینا اجازه بدین استاد فارسی امروز که میگوییم این فارسی امروز در قبل از قبل از در شروع اسلام یک قرن پیشتر از این به وجود آمده و کلمه ای کلمه فارسی از پارسی گرفته شده دلایل اگر می ما گپ‌های های خاندانی برتان بگویم صفحه شما بریم خاندانی میگه که زبان اخامنشا یک لژی از زبان شمال بوده که بارت از اوستا باشه و میری باقی را ما میگه و تاوادیان هم اینطور میگن بنابراین زبان پارسک یا زبان پارسی که بخش اخامن می میگویم این زبان پارسه بعد از سقوط اخامنشی توسط یونانی ها سقوط میکنه یونانی ها باز میان زبان چیز میسازن یونانی ببین زبان یونانی پارت ها میان زبان پارتی میسازن او در قرن, قرن پنج قبل از میلاد سقوط میگه در قرن چار در قرن سه پارتا بود شما بزن. فکر میکنین که این پارسی یا فارسی دری که میگیم این در قطعا پارتی دری پارتی دری است یعنی در, پارتی در سابقه تاریخیش بله لاتینی نشته کنی پی ای آر تی ای چای میگن بنابراین این از این بجرده با با اوستا اینا در بار دری هم مسئوبت میکنم باز دور دوم بر... بعدی برنامه با شما برمیگردیم تشکر از شما جناب سحر، یک تعداد دوستان باور به با این دارن که میگن دری یک صفت است زبان نیست ولی زبان ها وقتی که بحث میکنن میگن که مثلا این زبانی دری مثلا خود استاد کتابی داره با نام پارسی دری دستور و اونجا بحث شمش در باره دستور که مینیسه دستوری دری میگن دوستان میگن که یک صفت است زبان اصلا فارسی است دری اصلا یک صفت است شما دری باره چی نظر دارید؟ ببینید این که پارسی دری به کار بردن چون دری رو به دنبالش آورده فکر کرده حتما این صفت است مثل که و... گل سرخ بگویم بله یا گایم فکر کردن شاید فارسی دری را که دری به دنبالش آورده شاید این صفت نسبی هست برای فارسی به خاطر همون این بحث را خب میگوین و به هر حال حق هم منظورم از نظر زبان شناسی به هر حال ولی از نظر زبان شناسی اینجا از نظر زبان شناسی و از نظر زبان شناسی تاریخی چنین چیز تایید نمیشن به خاطر اینکه اینها در طول زمان و هم در حوزه همزمانی و هم در حوزه در زمانی اینها به گونه های دوگانه ولی به یک نام در کنار همدیگه استفاده شدن به طور نمونه همونطور که جناب رفعت گفت همونطور که من قبلا بیان کردم هم در کنار همدیگر به کار رفتن و شاعران و نویسندگان و همه اینها را در کنار هم دیگر بکار بردن بنابراین هم دری داریم و هم فارسی دری داریم و هم دری داریم همه اینها نام بودند برای یک زبان شما میتونید بگوین ابریشم میتونید بگین بریشم میتونید بگوین, می بگوین حریر میتونید بگین دیباش فرق نمی کنه ولی در حقیقت یک زبان هست اما صفت نیست من فقط یک سوال دیگه هم از شما دارم اینجا زمانی که بی بی سی آمد صفحه خود در فیسبوک صفحه افغانستان را او را تبدیل کرد به دری یعنی بی بی سی دری ساخت یک با یک اکسل بسیار جدی رو شد در داخل کشور در, در شبکه های اجتماعی در این اعتراضات چی, چی چی چیزی نیفته است؟ ببین ما اگر در گذاشته های دور فکر می کردیم که باید در تقابل ایران سیاسی باید پارسی اگر مال اونها هست ما باید یک حوزه جداگانه ترسیم کنیم در این ریشه در همون عدم فهم های سیاسی و های فرهنگی دارند ما در حوزه های سیاسی می توانیم چنین کار بکنیم چون جغرافیایی سیاسی با نمادهای سیاسی خودش هست شامل نمادهای پرچم مرزهای مشخص و مال دولت مدرن هست اما حوزه فرهنگی چنین چیزی نیست حوزه فرهنگی می تواند شامل تمام نمادهای فرهنگی باشند که در نوردنده مرز هست مرزها در مینوردد و کشورهای متفاوت و گونه های سرزمین شامل می شود به خاطر همین هست متاسفانه ما فهمی از جغرافیای سیاسی و جغرافیای فرهنگی نداریم و همیشه جغرافیای فرهنگی را با جغرافیای سیاسی یکی می دانیم در نتیجه احساس می کنیم که باید برای خودمان یک حوزه تمدنی و فرهنگی جداگانه به نام افغانستان ترسیم کنیم و این عدم آگاهی سیاسی باعث شده است که در افغانستان پا می فشارند که زبانمون دری است و این دری بودن برای کسانی که اهل زبان هستند کسانی که دستور زبان که... من به یک گیری می رسم م... می می و بعد این اونایی که تلاش میکنن بگویند که این زبان جداگانه است و یک حوزه تمدنی خاص را می طلبند به خاطر اینکه یا تخصص زبانی ندارن یا در حوزه زبان چیزی نمیفهمن یا تاریخ زبان نمیفهمن و یا اینکه تفاوت بین گویش و لهجه و گونه و زبان معیار را نمیفهمن و این برای کسانی که حداقل اینا رو میفهمن و در می کنند اعتراضامیز است به خاطر همینن که اینا تظاهرات میکنن حرف میزنن و مخالفتشون رو اعلام میکنن که نه از نظر زبان شناسی و از نظر مطالعات زبان شناسی ما همه اینها یک نام هست برای یک زبان و به خاطر همین متاسفانه دوستان ما در افغانستان فکر میکنن از زبان های متفاوتن در حالی که من در این سالها ها با بسیار همین آدم هایی که دری را فارسی را دری میگویند و دری را زبان دیگر گونه نامند، با اینا نشسته این برخواست کرده ایم نه دستور زبان فارسی بلدن نه تفاوت گویش و لحجر میفهمن و حتی گونه های زبانی و زبان میار درک نمی کنند. به خاطر همین هست آمدن بر یک خطای پاف شدن متاسفانه ایده زیادی هم که نادان و جاهل در حوزه زبان شناسی هستند اینها هم پافشوردن و درجه این کلان خلق شده تشکر است. استاد. جناب استاد رفت پس از آن که در قانون اساسی 1343 دری بایس زبان رسمی و ملی افغانستان پذیرفته شد دو گرایش به وجود آمد. یکی یک تعداد آمد گفت که این زبانی که ما در افغانستان صحبت میکنیم این زبان دری است و فارسی نیست و بالاخره که شما به اسرا پس لرزه تا این حد دیدین که آمدن و گفتن این کلمات این کلمات این کلمات را شما به کار نبرین که این کلمات ایرانی است یا کلمات فارسی است ولی در مقابل یک تعداد از دوستان فارسی زبان آمدن و یک نوف دری ستیزی دارند اونجا فارسی ستیزی است و اینجا دری ستیزی است وقتی به مجردی که شما گفتین که زبانی دری همان زبانی است که فارسی یا دری است باز میگن که شما خب یک تعداد وقتی شما را متهم میگن که یه ای جاسوس ایران است که فارسی گم میزنه باز ایناش میگه که اینا جاسوس فاشیستا هستند و نیتو گپا یک چنین وضعیتی بلاخره وضعیت فرنگی ما رو به کجا میبره چرا چنین است؟ چراش برمیگردد به این که بنیاد این کشتابی و کشفهمی را محمود ترزی گذاشت یعنی او در سراج اخبار در جای چنین نوشته است که چنان چه عادات، اطوار، اخلاق مخصوص داریم زبان مخصوصی را نیز مالک می باشیم که آن زبان را زبان افغانی منظورش پشت زبان افغانی می گوید اشتباه محمود ترزی این بود که او چرا این حرف را زد او چونین پنداشته بود که زبان فارسی میراث تحمیل شده ای ایرانی هاست او چون تاریخ شناس و زبان شناس نبود برداشت درست از زبان فارسی نتانست بکنه که زبان فارسی یعنی به قوم خاص و به مردم خاصی تعلق نداره چگونه؟ زبان فارسی در طول تاریخ توسط امیران و شاهان سامانی، سلجوقی، غوری، تیموری، شیبانی، لودی، سوری، دورانی و دیگر قومها تحول کرد پویا شد و به ما رسید اشتباه محمود ترزی این بود که بنای فارسی ستیزی یا بیگانگی با فارسی را به این دلیل گذاشت که اون تصور میکرد که زبان فارسی مربوط به قوم یا یکی دو قوم خاص است این اشتباه بود در حالی که زبان فارسی زبان همه مردم افغانستان بود و همه این قوم ها سهم داشتن در پویای این زبان این یک این که میگویم محمود ترزی اشتباه کرد بود این میراث ایرانی ها میراث شده بر ما نبود این که ما نخستین سندهایی که از زبان فارسی به ما مانده شعر است که در قرن سوم است ما در قرن سوم از چند شاعر مثل هنزله بادغسی بسام کرد محمد پسر وسیف سکزی مسعودی فیروز مشریقی و چند شاعر دیگه بر روی هم نزدیک به افتاد افتاد چند بیت فقط از, ای از مجموع اینها در اختیار داریم که اینها رو به عنوان شاعران نخستین فارسی مطرح میکنن حالا بگذاریم که پیش از این هم بوده شعرهای این شعرهایی که با ما رسیده در ایران امروز نوشته نشده اینها شعرهایی است که در خراسان نوشته شده اما در نصرهای قدیمی از قرن چار با ما کوانتری نصرهای کرده پننامه ماتوریدی هست حدود العالم از ترجمه تاریخ تبری هست ترجمه تفسیر تبری هست این کتاب ها هم کتاب هایی هست که در ایران امروز نوشته نشده اینا در خراسان نوشته شده در بخش های از همین افغانستان امروز نوشته شده و این زبان فارسی از اینجا رفته به ایران نه آن که از ایران آماده باشه به افغانستان بنابراین اشتباه محمود ترزی همینجا بود که تصور میکرد این زبان از ایران به اینجا خب حالا اشتباهی محمود ترزی بند. باشد به جای خود فعلا چرا این گونه برخورد بند. میشه که یک تعداد با فارسی سوتیزه می یک تعداد با دری سوتیزه می با. با این بنای کشتابی که محمود ترزی گذاشت زبان نگاه به زبان در افغانستان به جای اینکه نگاه علمی باشه توسط سیاست سیاستمدان نگاه سیاسی شد به این معنا که به توسط در سال 1315 گفتش دستور داده شد که در تمام مکتب ها آموزش به زبان پشتو باشه یعنی فارسی رو زدودن به کلی صورت کامل بعد دیدن را به جای نمیبره بعد فارسی رو دوباره وارد آموزش کردن نظام آموزشی کردن دشتر. و, دلیل عمده این هست که چون هنوز که هنوز درک دقیقی وجود ندارد که زبان فارسی زبان علم هست نکته اصلی این هست وقتی زبان علم هست در واقع زبانی هست که مردم افغانستان همه حق دارند که از این زبان استفاده کنند چون این زبان بنیاد قوی علمی دارد کافیست بدانید که در مورد زبان فارسی ما امروز اگر بیشتر با دانش و با علم روز ارتباط داریم همه مردم افغانستان از طریق زبان فارسی است چرا؟ تشکرست. کم از کم سالانه سالانه 40 تا 50 هزار عنوان کتاب زبان فارسی نوشته میشه چی ترجمه چی تولید اینها تشکر استاد بر میگردم به شما جناب والوالجی پیشتر در بحث های دوستام آمد که زبانی فارسی دری یک زبان یک حوزه تمدنی است وقتی که گفتیم حوزه تمدنی زبان حوزه تمدنی است یک حوزه در بر میگیره اول این از قلمرو مالکیت این یا آن قوم بیرون میشه یعنی همه اقوامی که در این حوزه بوده به گونه در برپایی ادبیات این زبان سم داشته ولی فکر میکنین که هنوز چرا یک کسا فکر میکنین که یک زبان یک قوم است یعنی فکر که میارن تا سطح یک قوم این زبان خلاصه میشه در حالی که شما وقتی به گذشته این زبان فکر میکنید که اقوام مختلف نه تنها آفریدن در این زبان بلکه شاهانی که مثلا از نژادهای دیگه بوده در پای این زبان بیسوس هم گرفتن چرا چنین فکری وجود داره که یک زبان حوزه تمدنی را ما بیاریم و او را از زبان یک قوم بسازیم اوستر شما دو بخش دارین یکی یکی را میگن نزدیکی داره با زبان فارس قدیم ما زبان پهلوی اشکانی داریم زبان پهلوی ساسانی داریم این ای میگن فارسی میانه و زبان در از لحاظ گرامر از زبان سغدی گرفته شده کمک گرفته از زبان تخاری ساسان، پهلوی ساسانی پهلوی چی؟ پارتی ها این یک ترکیب است نال ببینیش ما چرا ایگاب خلط شوا ما زبان کتابت ما وقتی که ایرانی ها منویسن ز... کتاب نویسند چرا بلجه خود نمنویسن که این زبان کتابی یا کتبی ایرانی ها با زبان کتبی ما یک چیز است یک... یک بسیار فرق کم داره که اونا اصطلاحات های واجه دیگه خود ساختار صرفی یک چیز هست. صرفی نویدش ما یک چیز میبینیم یعنی ما شمایل تانو نگوییم که زبان فارسی زبان منطقوی و همه مردم بودن نه زبان داری نیست زبان ترکی نو از سال قدامت دارد سومری ها زبان ترکی داشتن اعلامی ها ایتید ها،, ها زبان ترکی گم میزدند در حوزه هم زبان ترکی حضور داشت حقامنشی ها دوازده دو سال حاکمیت کردند در منطقه ما و شما که زبان پرس قدیم در شکر فلگا هیچ وجود نداره بعد از این اول ما میویم با بحث سیاسی موضوع و دوش بود با مراجعه کنیم وقتی که نوزر ابروی افروسیاب جنگ میکنه نوزر از فارس میه از اون منطقه زاگروس میه با طرف چیز دهستان یا دیها ده که در دا وقت در روی آمود با ویره با خزر میرخت در دا. این تیوی در روی یا امیال دهستان ده 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 هست در اینجا جنگ واقع میشود و باقی افروزیاب میره فورس میگیره کم کم جدی دیگر نمیگیری فورسی نمی تخت جمشید در است دشانومی میگه و داویسوا میگه پس این چرا با کج باسی بکنی چرا ما روی اصلی موضوع نبی چرا علمی بحث کنی چرا روی اسناد افسانایی از سورای تاریخی من چرا باسر کنی که ما بریم با, با موضوعات دیگر داخل بسازیم دوباره دا تشکر جناب والوالی چی سپس شما استاد بلاخره شما چه حیثیت برای این زبان قایل است در این حوزه به زبان فارسی داری؟ رسانده موضوع تا یک جایی به سلسله تاریخی پراغنده نمی شودم به یک جایی برسانم. بنابراین پارتها اشکانی ها امی زبان بعد از پارتا زبان رسمی ساختن که ایره باختری کهن میگن به نظر به خانواده اشکانی های ها زبان پارتی میگن که پارسی شد اینالی زبان پارسی پارتا رفتن به طرف فارس اونجا هم یونانی را سقوط دادن همونجا سه قرن باز حکومت کردن پارتا که بعد از پارتا زبان پارتی زبان پهلوی ساسانی آمد در اینجا اشکانی ها این زبان پارتی را در اندوکش جنوب اندوکش ادامه داشتن قرن اول دوم سیم اشکانی های بزرگ بعد از او تا قرن شش میلادی از کوشانه ای کوشک این زبان ادامه دادن امی که ادامه دادن در آغاز اسلام شما می که زبان فارسی طلو می کنه انزله بادغیسی محمود ورا قهروی ابو شکور بلخی رابعه بلخی در وقت اینا اینجا زبان فارسی را شعر میگویند که در در ایران امروز ای 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 فارس در فارس هنوز پهلوی ساسانی ادامه داشت تا قرن, دا دا قرن 4 هجری ادامه در دا اینجا تا قرن چهار هجری چل شاعر ما داریم در این منطقه. بنابراین یکی از دلایل از است که این زبان پارسی زبان در این زبان فارسی اوزی یک تمدنی یک حوزه است. این اوزی یک تمدنی از این زبان است. حال مرزهای سیاسی جدا ساخته. که ما میگیم این فارسی از اینجا این ای تاجیکی زبان ایران زبان افغانستان هر سه فارسی است. ریشش فارسی است. در اول هم فارسی گفته می شد و حالی هم فارسی گفته می شود. فارسی ایران لحجه است، فارسی تاجکستان لحجه است، فارسی اینجا یک لجه است. خب این سه لحجه، های کدام زبان است؟ این لحجه ای که ریشهش در اینجا بوده. بی زبی الله صفا خودش یک تاریخ دارد تاریخ علوم ادبیات ایرانی خودش میگه زبان فارسی دری در آغاز پیدایش در نوای شرق ایران ایران یعنی فارس میگه در نوای شرق فارس خراسان مثلا بین النهرین رواج داشت لیکن از اواخر قرن چهارم میگه به فارس انتقال کرد بسیار خوب خلاص نه دری میگیم نه حالا شما فقط به صورت جنبندی بگوین که بالاخره این زبان ما چی بگوییم؟ بله زبان فارسی اگر میگوییم هم صحیح است که به خیر ریشش باز خواستگاهش باختر زمین است م. اگر دری میگوییم کلمه دری هم سابقه داره بسیار در زبان تشکو. پارتی است تشکو. در زبان پهلوی پارتی است یعنی دری صفت است برای فارسی و اما ریشه داره نو, نو نیست به نسبت از اینکه در دربار انکشاف کرده و در دربار زبان سوچه شده ساده شده به صورت جنبندی میخوام بگم که بسیاری از زبانشناسای ایرانی باورشان ای است وقتی که میگن که زبانی داری و مثلا لحجه ای که بعدا زبانی داری به حیث زبان مطرح میکنن آیا زبان است یا که فقط صفت است؟ ما به زبان زبان شناسه برخورد نمی کنیم چندگانگی زبان به اینن که از نظر دستور ف... زبان متفاوت باشند ترجمه پذیر باشند و اهل زبان زبان همدیگر رو نفهمند در این صورت میشه زبان متفاوت اما وقتی دستور زبان یک باشند وقتی ترجمه پذیر نباشند وقتی با هم سخن میگن یک زبانن. زبانند فرق میکنن نامش رو دری میگذارن فارسی دری میگذارن و دری یعنی میگزارن. میشه که این نام ها را بگز... اگر ما دری بگیم هم همون زبان را میگیم و اگر فارسی بگویم هممون زبان را میگیم و اگر فارسی دریرم بگویم فقط را... یک کلمه جناب استاد من از مادرم باید بپرسم مادرم پام پارسی میگویند هرگز دری نمیگویند من خودم هم پارسی میگویم هرگز دری نمیگویم به خاطر اینکه در خانه من فقط زبانی که من از نظر زبان از, داری از داری زبان هیچ فرق داری. نمی کنه او ولی حداقل پناه میبریم به خانواده ها در درون خانواده ها زبان مادری من پارسی است مادرم پام پارسی میگوین و از همه مهمتر اینه که در خانواده من همه دوستان من پارسی زبان هستند و از همه مهمتر اینه که پدر من هیچ وقت واژه دری رو به کار نبردم منم به کار نمیبرم اما دری به عنوان یک اصل نازک و اصل زیبا در این سرزمین جریان داره تشکر. و در همه حوزه های تمدنی جریان داره میخوام که به صورت جمع بندی بگویم که بالاخره چی ما با چی زبان روبرو هستیم حالا کسی میگه این صفت است کسی میگه این این هم امون زبانی است که فارسی هست و یعنی آخرین گپای شما چی است استاد خوب. رفت وقتی با هم دیگر صحبت میکنیم تعلق به یک جامعه زبانی داریم چی کسانی که در ایران فارسی صحبت میکنند چی در تاجیکستان چی در افغانستان و چی در هند و چی در کشورهای دیگر چون همونطور که گفته شد دستور زبان واحدی داریم تفاوت های دستوری نیست تفاوت های آوایی حتی چنان که باید نیست از این لحاظ خب ما به یک زبان صحبت میکنیم خب دو سه نام روش میگذاریم اما این نام ها نباید که این مفهوم در ذهن ایجاد کنه یا متبادر کنه که میان جامعه فارسی زبان ها باید مرزبندی صورت بگیره میتونیم مرزبندی های سیاسی داشته باشیم ولی مرزبندیای های زبانی نمیتونیم داشته باشیم چی واژه یا واژه گزینی هایی که در ایران میشه چی در تاجیکستان میشه چی در افغانستان یا هر جای دیگر چون اینا در درون باز هم همین جامعه زبانی در گردش در همه از آن استفاده میکنن بنان یک جامعه زبانی داریم که حالا میشه زبان فارسی بگوین یا زبان داری ولی یک تاکید هم داریم در اینجا ناگوزیریم نگاه کنیم که کدام یک از این اصطلاح ها که در معنا تفاوت نداره بیشتر از شهرت جهانی برابر است اگر فکر میکنیم که حالا جهان بیشتر همین زبانی که ما با هم صحبت میکنیم من و شما و اگر به جای شما یا من یک ایرانی هم میبود این با هم با یک افغانی صحبت میکرد ما میتونیم به طور مثال اگر مشهور است به فارسی خب میشه همان بگوین زبان فارسی البته اگر ما زبان سوچتر بخوایم با کار ببریم خب پارسی با کار چون فارسی معربه پارسی. پارسی هست با پارسی شاید ترجیح این باشد که این زبان چون به پارسی بیشتر شهرت دارد اگر از اصطلاح پارسی در افغانستان بشتر. هم استفاده بشه بشتر. حداقل بر یک مشکل فایق میم آن این که های سوی ای که ایجاد میشه بعد این برداشتای سو سبب ایجاد مرزبندی های زبانی میشه اینا میتونه از بین فقط من میخوام یک چیز برای شما یادآوری کنم که من در یکی از آثار مهدی خوان سالیس وقتی که او یک موضوع خسروانه تشریح میده باز میگه که این به همین زبان ملی ما که فارسی دری از سروده شده او فارسی دری هم زبان ملی می بله. یعنی که کدام تفکیک بسیار چی قائل نیست یعنی فارسی و دری و این چیزا خب زبان شناسات خب. تا خب با،, با لفظ دری هم که نگاه ستیز جیانه نداره اما دشکر. مشکل از این طرف قضیه است که وقتی عالمانه با زبان برخورد نمیکنه خب گرفتار این کشتابی ها دشکر. میشیم دشکر. که گویا دو زبان است تشکر جناب استاد ول ولی جسیب میخوایم برنامه را بازخانان شما با پایان برسانیم شما نتیجه تون چیست از این بحثی که ما داشتیم؟ نتیجه گیری ما است که زبان دری در فانزان زبان میواری هست اوزبیکام دری میفهمن پشتون ها میفهمن خب فرقش میفهمن. با فارسی چیست به نظرتان؟ <تصفح> ما پیشتر گفتم از لحظ تاریخ برنامه گردم او فارس ها گفتم پیشتر لحجه فرق میکنه. ولی ما شما هم لحجه خودی ما شما ما شکلک دادیم دنگالک اینا چی تون است دایی سلطان است که اونا علاوشور که ولان میشمار دن ایز لاجه لاجه ای لاجاس لاجای توجیکی نه زبانی دارینی و همچون در تمامی چه در زبان ترکی چند لاجا وجود دارد لاجا اوغوزی چگاتویی دیگه در تمامی جهان اینال ما زبان یا ریشه یک زبان باید بپذیریم که از لیوزی گیرومری که از لحاظ اصلاحات از لحاظ لغوی ترکیب یا چی شکل است که ما بحث چی بکنیم دیگه زبان شناسانه بکنیم ما واجد است سه استاد ما نباید هیچ زبان را رد بکنیم تشکره. و با هر زبانی که حرف بزنیم زبان وسیله افهام و تفهیم است بینندگان عزیز برنامه این هفته در همین جا به پایان رسید. سپاسگزار هستیم از مهمانان ارجمند که در بحث اشتراک داشتند و همچنان سپاسگزار هستیم از شما که با ما بودید و به امید همدلی ها و همزبانی های بیشتر.